سلام به شما در فرا درخواست بر شناسی از سوی اسلامی رئیس وزرا گفته که کشورهای اسلامی در مسئله بررسمیت شناختن امارت اسلامی پیش قدم شوند و جامعه جهانی نیز آنان را بر رسمیت بشناسد آیا امارت اسلامی شرایط بر شناسی را دارد مولوی محمد حسن آخون در نشست اقتصاد افغانستان از ایالات متحده می خواهد باید زخایر ارزی افغانستان را آزاد بسازد آیا ممکن به نظر می رسد؟ آقای نعام الله سمنگانی موون سخنگوی امارات اسلامی جا در و آقای داوود قیومی پژوهشگر هم با ما وصل هستند که دو مهمان گرامی را بسار خوش آمدید مگم به برنامه آقای سمنگانی چرا پس از بیش از پنج ماه به صدای شما لبای گفته نشده و شما به رسمیت چناخته نشده بسم الله الرحمن الرحیم درود و احترامات خدمت شما خدمت مهمان گرامی و خدمت تمامی بینندگان محترم برنامه فراخبر نخست باید بگویم امارات اسلامی افغانستان همه تلاشهای خود را برای برسمیت شناخته شدن به خرج داده و دیگر کدام دلیل واقعی و جدی برای برسمیت شناخته شدن برای آنان که هنوز بهانه میگیرند باقی نمانده امارت اسلامی افغانستان در تمامی کشور سیطره دارد و یک قریه هم بیرون از کنترل دولت افغانستان نیست امنیت در افغانستان تامین است سیستم حکومتداری به شیوه خوب به پیش می روه و امارت اسلامی افغانستان به همه تعهدات بین المللی خود که با ایالات متحده امریکا و کشورها و سازمانهای مختلف جهان کرده بود پایبند است و تا هنوز هیچ یک مورد رخ نداده که تخلف از آن تعهدات بوده باشد لهذا امارت اسلامی افغانستان به تمام معنا یک حکومت واقعی در کشور هست بعضی مسائل داخلی هست مربوط می شود به خود دولت و مردم افغانستان در آن مورد هم امارت اسلامی افغانستان کوشش می نماید قناعت مردم خود را هرچه خوبتر و بهتر و بیشتر فراهم بکند این برای جامعه جهانی و یا کشورهایی که آنها میتوانند در مورد به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان نقش اساسی بازی بکنند دلیل شده نمی‌تونه چرا مثلا شما میدونید که بزرگترین دلایل امارت اسلامی نه بزرگترین دلایل جهان همی است که حکومت فیلی امارت اسلامی فراگیر نیست در اینجا حقوق زنان نقص میشه موارد از نقص حقوق بشر وجود داره به می دلایل چی میگن شما چی دولت امارت اسلامی افغانستان با در نظر داشت ارزش های دینی و منافع ملی افغانستان کاملا فراگیر است و این را ما بارها گفته ایم. البته ما اکتفا نکردیم و بسنده نکردیم بلکه میگوییم که ما در راستای فراگیرتر شدن دولت گام های خوبتری و بیشتری برمیدانیم. باقی ما موضوع نقض حقوق زنان و غیره ببینید شما از موارد جزوی یاد کردین یا از بعضی موارد یاد کردین این بعضی موارد در سطح جهان در حتی در کشورهای آمریکایی و اروپایی شاد بیشتر در از افغانستان رخ بده آنجا هم زنان با مشکلات زیاد روبرو هستند چالش های خود را دارند در دوایر دولتی که کار میکنن با تبعیض و خشونت و غیره روبرو هستند این به این معنا شده نمیتونه که ما تعامل خود با امور ایالات متحده یا با امور اتحادیه اروپا یا با مرای کشورهای دیگر خراب بسازیم همچنان آنها هم با این موضوع را درک بکنند که در افغانستان یک نظامی که تازه بنیاد گذاشته شده به تمام حقوق زنان احترام قائل است ارج میگذاره و هیچگاه نگفته است که هیچ یک قانون مسلم یا قانون حقا و شرعی زنان را نقض میکنه البته در عمل مهم است که در عمل هم خو خو در عمل هم ببینید امارات اسلامی میکنن. افغانستان با همه مشکلاتی که داشته مثلا یک مشکل بزرگ مشکل اقتصادی بوده که امارات اسلامی بیشتر کوشش میکنه از این معضل بیرون برایه و جامعه جهانی یا به اصطلاح آنانی که نقش اساسی در جامعه جهانی دارد در به میان آوردن این معضل اقتصادی نقش اساسی خود دارند باز هم امارت اسلامی کوشش میکند با یک چارچوب و چوکات بسیار خوب برای خانم ها در هم عرصه فراهم بکنه خب و ان شاء الله مثلا در عرصه درست باشه زمان در, در بله چارچوب تعیین شد زنان رفتن کار کردن حکومت فراگیر شد امین نقد هایی که جهان داره تکمیل شد بعد بیاین این ها را به رسم شناسی شوین فکر نمیکنین این گونه درست است ما میگویم که باید در مورد حقوق زنان یا مطلق حقوق بشر در افغانستان برخورد سیاسی صورت نگیره به این معنا که به رسمیت شناخته شدن مربوط به این قضیه بوده باشه ای یک برخورد سیاسی است امروز ملا محمد حسن رئیس الوزرای مرد اسلامی افغانستان هم گفتند که کسانی که مرد اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم میکنند خودشان بیشتر و بیشتر حقوق بشر را پامال میکنند به این معنا خوب میدانند که مردم افغانستان با یک معضل اقتصادی روبرو هستند و این معضل اقتصادی با گذشت هر روز بیشتر می و نقش ایالات متحده امریکا و دیگر مدیان حقوق بشر در این مورد برای همه باریز است که آنها دارایی افغانستان را مسدود کردند کمک های از پیش اعلام شده متوقف شده و, و, غیره و غیره اما باز هم میگویند که باید چونین شود و چنان شود یعنی وابسته کردنی به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان یا دیگر کمک ها و غیره به مسائلی که میتواند تواند معزل اقتصادی افغانستان را یا معزل بشری افغانستان را وخیمتر بسازد این خودش با مالی حقوق بشر است آقای قیومی شما فکر میکنین تصویر که آقای سمنگانی میتن درست است؟ برام خداوند سلام خدمت شما و میمان شما در بس و همه بلنده های گرامی خب ببینید در ارتباط به عدم شناسایی حکومت طالبا طبیعتاً دیدگاه بسیار متفاوتی وجود داره خب آنچه را که آقای سمنگانی اشاره کردن و توان انتظاراتی را که دارن از او منظر به این موضوع پرداختن که به شرایطی را که امروز در افغانستان طالبا ایجاد کرده طبیعتا باید دنیا طالبا را برای اسمت بشناسه که قطعا یک بخشی از خواست حکومت طالب است. ام. اما در ارتباط به وضعیت فعلی افغانستان و بحث را که ابتدا شما اشاره کرده از چند منظر بحث حکومت فراگیر میزان حضور زنها یا در واقع تعهد طالبان نسبت به حقوق سیاسی خانمها در جامعه افغانستان بحث آزادی بیان این مسائل بدون شک هنوزم از مفاهیم بسیار بنیادی است که جامعه جهانی باورشی است که یکی از عوامل عدم شناسایی حکومت طالبا اجرای تغییر در مورد دموکراسی حقوق بشر حکومت فراگیر است آقای قیومی با پوزش همینجا میخوای تا نقد بکنم شما زمانی که مطالعه میکنین شرایط بررسمت شناسی دولت ها یا حکومت ها را چند عنصر بسیار مهم مطرح میشه مثلا قلم را و جمعیت حکومت حاکمیت چرا مثلا جهان می موضوعات چون حکومت فراگیر حقوق زنان حقوق بشر اینا را یک جا می سازه با بررسی شناسی با شرایط بررسی شناسی در سازمان ملل متحد مخصوصا در مورد کشورهای پسامنازیه وجود داره تا حدودی بررسی ها نشان می دهه که این نگاه تنها نسبت به افغانستان یا در واقع این روی کرده که جامعه جهانی اتخاذ میکنه منحصر به افغانستان نیست شما می توانید موارد زیادی را شبیه افغانستان پیدا بکنین که در واقع عین روی کرده سازمان ملل متحد در مورد کشورها از جمله سودان جنوبی میانمار هم اتخاذ کرده خب آنچه که در افغانستان رخ داد البته بر اساس خواست جامعه جهانی نبود خب قطعا جامعه جهانی به با باور بود که پروسه که به نام مذاکره و مصالحه آغاز شده این پروسه باید موفقیت پیدا بکنه قدرت به شیوه مسالمت آمیز چی به طالبا یا به گروه دیگه انتقال پیدا بکنه که در واقع این ای مسائل اتفاق نیفتاد اما بحث آینده افغانستان با با چیزی که بسیار مهم است به جامعه جهانی این است که تا زمانی معیارهایی را که از قبل انوان شده دولت طالبا با اون معیارها توجه نکنند و از سوی دیگر پروسه مذاکره و مصالحه که از موارد بسیار مهمی است در کشورهای پسام از جمله افغانستان این به نام بینوان ب... اولویت در نظر گرفته نشوه خب در واقع هنوزم چالش که در مسئله برسمت شناختن حکومت طالبا وجود داره ممکن است طولانی تر شود تشکر اخوی سمنگونی شما چقدر در واقع خود را نیازمند تمکین و جهان میدانید؟ گفتیم که به نگرانی های مشروع جامعه جهانی آیا هر جهت جوابگو هستیم و کوشش میکنیم از راه گفتگو و تفاهم جواب بگویم اما اگر بعض موارد به عنوان ابزار فشار استفاده شوه و کوشش شوه که بر بالای ما بعض چیزها اعمال شوه امارت اسلامی افغانستان و در کل مردم افغانستان به هیچ صورت به فشار جواب مثبت نمیگویند و این به سوی یک سازندگی نمی روه بلکه روابط را تیره می سازه مشکل را بیشتر می سازه امارت اسلامی افغانستان گفت است که آماده است در همه عرصه ها در همه موارد با هر جهت خواه کشوری همسایه باشد، منطقه باشد، جهان باشد یا یک سازمانی بوده باشد گفتگو بکند. امارات اسلامی افغانستان توانست جامعه جهانی را در مورد اشغال افغانستان قناعت بده. ببینید در ابتدا در موضوع اشغال افغانستان هم جامعه جهانی همه به صدای امریکا لبی گفته بود و همه در اشغال افغانستان با یک نحوی از نحوه ها نقش داشتند. سهم داشتند اما دا وقتی که تلاش دارد اما تا بعض را بالای شما اعمال بکند ببینید م... ببینید این منظور چی است خب خواستای جهان خیلی مشخص است نه حکومت فراگیر حقوق زن آزادی بیان این مسائل اینجا یک, بسیار... گفتن؟ اینجا یک موضوع را باید بسیار اینجا یک موضوع را بسیار مشخص بگویم نظام کنونی افغانستان یک نظام دموکراتیک نیست نظام به اصطلاح مروج امروزی جمهوری نیست جمهوری قلابی که در افغانستان تجربه شد آن نظام نیست بلکه یک نظام کاملا متفاوت است از خود میارهای علیحدی داره ارزشهای علیحدی داره یک آرمان و خواست مردم افغانستان است که آنها 40 سال قربانی دادن زحمت کشیدن برای که یک نظام واقعی اسلامی را در افغانستان مشاهده بکنند داشته باشند اما به این معنا نیست که حالا جامعه جهانی باید برای مردم افغانستان تعبیر بکنه که نظام شما چگونه بوده باشه ساختار نظام شما چگونه بوده باشه اسلام حقوق همه بشر را زن، مرد، طفل، کلان حتی حیوانات را تامین کرده امارت اسلامی افغانستان به ارزش های دینی خود کاملا متحد است هر چیزی را که اسلام قبول کرده بر آن باور داره امارت اسلامی افغانستان همان را قبول کرده بر آن باور داره شما بگوین که خلاف ارزش های افغانستان باشه جهان چی میگوید جهان میگد که شما حکومت فراگیر داشته باشین امارت اسلامی افغانستان میگد حکومت ما فراگیر است جهان میگد شما حقوق زن را مراد بکنین امارت اسلامی افغانستان میگد حقوق زن معتبر است پس چه مشکل است خب ما با نماینده ایران سفیر ایران در افغانستان گفتگو کردم اونا میگن حکومت فراگیری که شما تعریف میکنین با حکومت فراگیری که ما تعریف میکنیم چیز دیگه است در این حکومت از تمام اقوام اشتراک ندارن شما میگه حقوق زنا را تامین کردیم زنا فعلا کار کردن نمیتونن درس خوندن نمیتونن پس حق زنا در کجا تامین شده مثلا حکومت هر دوم را اول باید بگیم زنا در حق درس خواندن را هم دارن حق کار هم دارن فعلا در ارگان های مختلف زنها کار میکنن در دوایر خصوصی در همش کار میکنن در همه پانتونا درس میخوانن و در دولتی هم در بعضی ها کار میکنن در بعضی های دیگر روی چارچوب و چوکات کار روان است که و هم ان شاء الله مکمل میشه امید است که تا آینده بسیار نزدیک زنها کار بکنه یکی موضوع همه است ببینید شما ما خودتان هم این موضوع رو خوب درک می‌کنید، اما باز هم میگوین ما همان زمان هم در برابر حرف های سفیر ایران واکنش بله داشته بله بودیم و از تلویزیون شما نشر هم شده بود بله که فراگیر تعریف های متعددی دارد خب تعریف شما مشخص چی است از فراگیر تعریف ما مشخصا ای است که برای هر کسی از تبعه افغانستان بوده باشه فرصت های مناسب و مساوی مساوی شود تا هم در متن نظام قرار بگیرند و هم در راس و در رهبری نظام قرار بگیرند تا امروز شده ما قبلا هم گفتیم نظام امارت اسلامی فعلا کدام کابینه ای را که تشکیل داده ای یک کابینه سرپرست است نهائی نیست این همه چیز نیست ام. ما با گذشت هر روز گام های خوبتری برداشتیم ما امید است که در آینده نزدیک شما یک کابینه از این هم خوبتر و بهتر را ببینید آقای قیومی شما فکر میکنین گامهایی که باید امارت اسلامی تا امروز برمی برای برسمه شناسی که بر نداشته چی است؟ خب بدون شک میارهای که در ابتدا هم جامعه جهانی با طالبا در میان گذاشته او موارد هنوز او گام ها هنوز عملی نشده ای که آقای سمنگانی باورشی است که حکومت فراگیر است خب طبیعتا بر مبنای تفسیر خودشان و حکومت طالباست اما آنچه که در عمل ما میبینیم چیزی به نام حکومت فراگیر در افغانستان شکل نگرفته که کماکان از خواست اصلی جامعه جهانی است نکته دوم مسئله اساسی که فعلا در جامعه جهانی و در مطبوعات غرب در موردش بحث صورت میگیره و بسیاری از کارشناسان که راجی به افغانستان اثر پژوهشی دارند و بحث میکنند بحث اثر بخشی حکومت طالبان را چشمندادش بررسی میکنند شما میبینید که بیشتر از پنج ماه میشه که حکومت طالبان در افغانستان شکل گرفته وقتی که اثر بخشی حکومت در چند مورد بررسی شود بحث, بحث اقتصادی مسائل پیشرفت اجتماعی حضور زنها در جامعه بحث آزادی بیان و این فاکتورها وقتی بررسی میشه اثر بخشی حکومت طالبا در واقع زیاد مؤثر نبوده از منظر سازمان های بندلی و جامعه جهانی ولی شما فکر برای میکنین برای. در این مدت برای. کم انده, انده بیش از پنج ماه گذاری ممکن باشه چقدر شما ممکن میبینین که یک حکومت که تازه ایجاد شده فقط بیش از پنج ماه میشه حاکم از در افغانستان بتانه اثرگزار واقع شده خب ببینین مسئله اساسی است که هر موفقیت تو هر شکست قابل پیش بینی است معناش این که ما بدون برنامه بدون یک استراتژی و یک نهاد بسیار موثر تصور بکنیم که امکانی پیشرفت است یا در واقع میتونیم یک تحول ایجاد بکنیم دیدگاه حاکم در نظام بین الملل و جامعه جهانی این است که حکومتی را که فعلا طالبان تشکیل دادن با چارچوب کاریشان یا در واقع محروم ساختن حقوق سیاسی زنها در جامعه افغانستان این سبب میشه که در درازمدت افغانستان نمیتوانه پیشرفتی در حوزه های مختلف داشته باشه بعضا امارت اصلاف... اسلامی آقای قیومی میگن که جهان در تلاش است تا همون مهره هایی که در گذشته امتحانشان را دادن و حالا از نتیجه کار از اونا بوده که افغانستان به این وضع رسیده جهان تلاش داره تا اونا را دوباره روی کار بیاره اگر چنین باشه فکر نمیکنین که اصلا نیاز نیست تا چنین حکومت شکل بگیره خب ببینید اگر جهان به دنبال تقویه یا حفظ مهره های گذشته یا افراد گذشته که بخش زیادش در فساد متاسفانه در افغانستان بسیار نقش خطرناکی را بازی کردن که بدون شک بخشی از مشکلاتی را که امروز ما در جامعه شاهد هستیم میراثش رابطه میگره با تکنوکرات های بسیار زیاد ناکام و شکست خورده ای که جز اموال و امکانات افغانستان و بغارت بردن و نتایج کارشان چندان در جامعه ما در دو دهه گذشته سودمند نبوده به اینوان یک واقعیت با ما این مسئله را یادآور شویم مسئله حمایت از این گروه ها نیست یا در واقع از های گذشته نیست اساس مسئله ای است در ابتدا هم اشاره کردم که مکانزم تغییر در یک کشور پیشرفته با یک کشور پسامنازیه بسیار متفاوت است جامعه جهانی تاکیدش که باید روی شکل گیری یک حکومت فراگیر بحث مذاکره بحث مصالحه اینا باید بیشتر کار صورت بگیره تا افغانستان در یک مسیر سازنده قرار بگیره که بتانه در آینده پیشرفت رو به مردمش ایجاد بکنه تشکر آقای زمانگونی گای فکر کردین مثلا کشورهای کسب با شما روابط نیک دارن مثل پاکستان ایران هم شما رفت اومدای داره مثل روسیه و اینا و کشورهای اسلامی که شما از اونا خاصا رو به رسمت شناسی شدین اینا هم تا تا امروز شما رو به رسمت نشناخته شما فکر نمی‌کنید که مشکل وجود داره در واقع و باید رسیدگی شود میخوام خوام حرف های به دو بخش تقسیم بکنم در بخش اول در رابطه به حرف که مهمانی گرامی گفتن از اثر بخشی دولت و در ضمن بازیاد کردن از منزله اقتصادی افغانستان اینجا از حرف ها همیشه چونین وانبود میشه گویا که معزل اقتصادی آورده ایمارات اسلامی در افغانستان هسته در این مورد باید یک کمی تشریح بدهم و بگویم که ببینین در گذشته اقتصاد افغانستان 75 درصد متکی به کمک های جامعه جهانی بود وقتی که نظام تغییر می خورد در همان روز اول نظام اقتصادی را که به اصطلاح جامعه جهانی در افغانستان بنیاد گذاشته بودند از هم فرو پاشید و همزمان دارای های مز... افغانستان در ایالات متحده و بانک جهانی و غیره مسدود شد همزمان تحریم ها وضع شد از مدتی زیاد مشکلات کرونایی وجود داشت افغانستان از چندین سال با این سو با معزل خوشسالی روبرو است فساد اداری در افغانستان در چند سال اخیر به اوج رسیده بود نوت افغانستان در راس فاسدترین کشورهای جهان قرار داشت به اساس گزارش خود سازمان یوناما بیش از 18 میلیون مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکرد. لحاظا بعد از که این نظام نو همزمان با مشکلات متذکره روبرو میشوه و باز گفته میشه که معضل اقتصادی این نتیجه حکومت امارت اسلامی است. این فکر می یک قضاوت کاملا بیجاسته. اینجا ما باید اگر بسیار واضح بگوییم، شفاف بگوییم، جامعه جهانی هست که اقتصاد افغانستان یک مسیر بسیار نادرست دادن کومک هایی که باید در افغانستان به شکل درست خرج میشد خرج نشد کل کمک ها پس یا به افغانستان از افغانستان به خارج بیرون رفت و یا در جیب همان دزدان و جنگ که آنها بر افغانها مسلط کرده بودند و باز حکومت یا را حکومت جمهوری اینوان داده بودند به جیب اونها رفت یک موضوع امارت اسلامی افغانستان کوشش داره که به سوی خودکفایی اقتصادی بروه و در این راستا یقینا مردم افغانستان با یک مشکلات روبرو می باشه اما این مشکلات اینها تحمل میکنه تا اینکه در آینده اینها متکی به کمک های جامعه جهانی و غیره نبوده باشند که باز به با بهانه کمک های جامعه جهانی فشارهای سیاسی بر بالای حکومت وارد شوه که اونها با خواسته های اونها تن بده موضوع دوم موضوع کشورهای همسایه یا کشورهای اسلامی که شما یاد آور موضوع رو ما پیش هم گفتیم که ببینید در جهان امروزی یا در سیاست مادرن امروزی هیچ کشوری غیر وابسته نیست هیچ کشوری نمیتونه به شکل مستقیم تصمیم بگیره و یک کشور یا به رسمیت بشناسه و یایکی یکی از برسمیت شناخته نان انکار بکنه در جهان امروزی مهره های بسیار بزرگی هست که همه به طرف اونها میبینه و اونها میتونن یک نقش بزرگی در اینجا ایفا بکنن مثلا اگر یک کشور کوچک یک کش... مارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسه ممکن است که او با یک سلسله تحریم ها و غیره روبرو شود از سوی مهره های کلان لحاظا امارت اسلامی کوشش میکند کند با در نظر داشت واقعیت های حقیقی واقعیت های زمینی که بفهمه که در سیاست جهان امروزی که ها چی ها نقش را بازی میکنند با به همراه مهره های اصلی هم تشکر. وارد گفتگو تفاهم شود اگر ایالات متحده است اگر اتحادیه اروپا است اگر چین است اگر روسیه است امارت اسلامی کوشش میکند با برای همه یک تعامل خوب بر مبنای احترام متقابل داشته باشد تشکر آقای قیومی در موضع های دو طرف در همین سختی هایی که دو طرف در موضع خود دارن مردم افغانستان به عنوان چوب سخت می سوزن هر روز اقتصادشان خراب است نان بخوردن یک شمار زیاد در مناطق دوردست ندارن مردم خودکشی میکنن یک شمار فرزندان خود را می شما رای حل در چی می بینین؟ چطور میشه رای میانه در واقع چی است؟ ببینین من میخوایم قبل از که به سوال شما بشاره بکنم فقط یک نکته تاریخی را میخواستم عنوان بکنم کتاب تاریخ جنگ امریکا در افغانستان جدیدا به نشر رسیده کتاب بسیار حجیم و بزرگی از در حدودی بیشتر از 570 صفحه امریکایی ها یک مسئله را اعتراف میکنند که در سال 2001 از سال 2001 و بعد تا سال 2009 حتی در جریان برگزاری لوی جرگه قانون اساسی بهترین فرصت ایجاد یک گفتمان ملی و در واقع دعوت طالبا به خاطر همکاری با دولت افغانستان بود و در وقت طالبا هم تمایلی داشتن که با دولتی که برابری آقای کرزی بود به یک توافق پرستن اما استراتژی اشتباهی را که آقای بوش انتخاب کرد از سا... تا, تا آخر دوران آقای بوش مذاکره با طالبا تقریبا ممنوع بود امریکای باورشانی بود که ما از طریق نظامی مشکل افغانستان حل بکنیم بنابراین تا, تا پایان دوره بوش هیچ گونه گفتگوی رسمی بین طالبا و دولت پیشین و امریکایا صورت نگرفت خب <تصفح> این شرایطی که افغانستان ایجاد شده شرایطی که ایجاد شده من تصور بکنم اگر نگاه طالبایی باشه که همه چیز خوب است حکومت فراگیر است وضعیت امنیتی بهتر است و به اصل موضوع که مسئله منازه قدرت در افغانستان است نپردازن و این مسئله را نادیده بگیرن من باید ما باور استم که با توجه به شناختی که از تاریخ افغانستان داریم دوباره مشکلات ایجاد میشه نکته ای را که میخواستم داخل اشاره بکنم رای هم به افغانستان ایجاد یک یک گفتمان ملی موفقیت پروسه مصالحه تشکر. و مذاکره و حکومت فرشکتی و فراگیر است اخوی سمنگانی خیلی کوتاه لطفا دست سنیم امارات اسلامی افغانستان برای آبادی و بازسازی افغانستان آماده است با هر جناحی چه در داخل کشور چه بیرون از کشور وارد گفتگو شود وارد مفاهمه شود امارت اسلامی از روز اول پیش از تهاجم امریکایی ها بر من حل منطقی باور داشت و امروز هم باور دارد آقای سمنگونی و آقای قیومی تشکر از حضورتان در فراخبر و دوستان که بیننده برنامه بودید خدا نگهدار